هفته گذشته گفتگوی داشتم با شهرام قادر، عکاس، فیلمساز و کارگردان جوان مقیم سوئد که متاسفانه به دلیل مشکلات فنی که داشتیم بخشی از اون بدون صدا پخش شد. و امشب تصمیم گرفتیم این گفتگو رو دوباره برای شما پخش کنیم و بشینیم پای صحبت‌های شهرام. شهرام قادر در سال 1990 میلادی ایران را ترک کرد و به سوئد رفت و در حال حاضر هم مقیم استکهلم. شهرام در رشته فیلمسازی تحصیل کرد و پس از پایان تحصیلاتش در این رشته، رشته تاریخ هنر و فلسفه رو برای ادامه تحصیل برگزید و در حال حاضر در دانشگاه استکهلم مشغول تحصیل هست. و در اینجا توجه شما رو جلب میکنم به بخشی از فیلم سراب ساخته شهرام قادر و بعد برمیگردیم برای شنیدن صحبت‌های او. که مشاهده کردید بخشی بود از فیلم کوتاه سراب ساخته شهرام قادر، هنرمند جوان مقیم سوئد. اولین سوالم از شهرام قادر این بود که به عنوان یک هنرمند، هنر براش چه مفهومی داره و چه چیز در شکل گرفتن و رشد هنرش تاثیر گذاشته؟ از با خود بودن، با خود زندگی کردن، با خود اندیشیدن و نتیجه همه این پروسه ها زایش یه سری از کارهای فکری و معنوی که ما اسمشو میذاریم هنر، همیشه تا یه حدود بسیار زیادی میتونه آرامش بخش باشه. البته نگفته نماند که در تبعید به سر بردن زندگی در کشورهای خارجی مسلماً شامل یه سری از نتایجی میشه که در کار هنری مسلماً تأثیرات مستقیمی داره. منظور من اینه که یک شخص که با کار هنری در ارتباط، در تبعید به دور از فرهنگ و کشور و آداب و رسوم خودش، مسلماً یه سری تأثیراتی رو از پیرامون خودش میگیره و این تأثیرات بر نتایج کار ایشون یا هم کسی که در کار هنری، در جریان کار هنری تأثیرات مستقیم خودش رو داره. تا به اونجایی که من تجربه من به من گفته اینه که
ناشنیدنی ها شنیده میشن و ناگفتنی ها گفتنی میشن از طریق کار هنری. شهرام تا به حال 5 فیلم ساخته و اولین فیلمش فیلم کوتاهی بود به نام کانفسر و یا معترف، فیلمی با مضمونی انسانی و فلسفی. بریم بخشای از این فیلم رو با هم نگاه کنیم. He was a reminder of a life I could not afford, and a life I could not command. So I started to run again. Running. But who was running if it wasn't me? Was there someone else running in place of me? بخشای بود از فیلم کوتاه کانفسر و یا معترف. از شهرام خواستم در مورد این اثر بیشتر برام توضیح بده. کانفسر در اصل به سفارش کانال آرتیوی فرانسه ساخته شد. در این فیلم من بیشتر میخواستم که مکانیزم فکر افراد در سیستم فکر کردن رو به تصویر بکشم. منظور من اینه که ما انسان ها معمولا موقعی که در پروسه فکر کردن دچار افراد میشیم، در نتیجه و در آخر این راه دچار خستگی ها، دچار خودآزاری ها بسیار میشیم. این بود که این فیلم ساخته شد و منظور اصلی و پیام اصلی این فیلم برای بیننده یک پیام مستقیمیه که انسان ها میتونن با خودشون کنار میان، که ما انسان ها در حالت های مختلف روحی و روانی با توجه به مشکلاتی که در زندگی داریم میتونیم به یک فرم و به شکل خیلی مسالمت آمیزی با سیستم فکری خودمون کنار بیاییم. و در آخر میتونم بگم که این جریان درگیر بودن انسان با خودش میتونه در هر جایی تحت هر شرایطی و به رنگ و موقعیت و جغرافیای خاصی ارتباط نداره. All of them gone.